سلام به همه شما دوستای عزیزم، موجی مارشال هستم و با یه قسمت دیگه از سری هاردکور در خدمت شما. دوستان بریم داخل گیم پلی امروزمون تا ببینیم چه برنامه امروز دارم. خب دوستان، داخل گیم پلی قبلی سوال پرسیدم ازتون در مورد رر فلاورز، دمتون گرم، جواب درست رو بهم دادین، خیلیتون تو کامنت با من مشارکت کردین. رر فلاورز چیکار میکنه دوستان؟ یه سری از دایناسورهایی که ازتون فرار میکنن ولی میخواین تیمشون کنین رو شما از رر فلاورز استفاده میکنین. قفس میسازین، خودتون میرین داخل قفس و بعد با خوردن اون رر فلاورز اون پرنده به جای اینکه فرار کنه دستون میان سمتتون. حالا بریم نگاه کنیم. من الان یه بار تست میکنم بهتون، میبینیم با هم دیگه تایمر میذاریم ببینیم چند ثانیه تاثیر داره. حالا من یه دونه رر فلاورز خوردم، نگاه کنیم دودوها دارن بهمون حمله میکنن. بچه نمادیه نه چیزی، تاثیر این گله تو وجود ما. و نگاه کنیم، من تایمر میذارم که پایین صفحه مشخص بشه تا چند ثانیه اینا به من حمله میکنن. رو من اگریسیو، یکیش که اگریسیوش رفت و حواسمون دور و بر باشه دایناسور ما رو نکشه. خب اگریسیوشون از بین رفت بچه‌ها. فکر میکنم اولش 10 ثانیه تا 15 ثانیه این اگریسیوشون میمونه و اونم تاثیر گل رر فلاورز هست دوستان. حالا بریم سمت بیسمون. امروز قراره صدل دایناسور پاراسرامون رو تکمیل کنیم، صدلشو که ساختم روش یه دونه بیس بسازیم دوستان و بعد از اون میمونه لول اپ رکسامون که حالا اونو جلوتر انجام میدیم. و اینکه باید بریم به منطقه برفی و دایناسور دو دو تیم کنه. دو دو لازم داریم برای ارتشمون، برای اینکه پشت سر رکسامون بهشون جون بده. بعد یه دونه لول بالاشو گیر بیاریم تا بتونیم کارامون رو انجام بدیم دوستان. خب دوستان رسیدیم به منطقه خودمون. یه سرسامونی باید به کلن به بیسمون بدیم، بیسمون رو باید تکمیل کنیم. صدر این دایناسور رو من ساختم تو اینونتوری، میبینم چیزی ندارم. خب چیز خاصی ندارم، یه دونه خب اینو بگیرم بذارم اینجا. بچه داخلش یه سری آیتم گذاشتم برای ساخت بیس. حالا بریم با هم دیگه روی صدر این یه سری وسایل ضروری برای رفتن به منطقه برفی رو قرار بدیم دوستان. ویتش رو آپدیت میکنیم، فقط میخوام این صحنه رو شما ببینید، خوشحالی کردن این دایناسور رو. خب خیلی باحال خوشحالی میکنه بچه، نگاه کنید عالیه خوشحالش. خب بچه میرین روی دایناسور برای ساخت و ساز روی این دایناسور. ببین حالت عادی اگه بخواین یه چی بذارید روش فونداسیون بذارید، فونداسیون میاد روی بیس، هم فرم بعدی پیدا میکنه هم که ساخت و ساز بدن اذیتتون میکنه. خب من فعلا میگیرم برای ساختنش این روش که بهتون میگم بهترین روشه. البته روش دیگه هم هست که میتونم اونو به صورت ویدیو شورت بهتون نشون بدم، فعلا با این روش پیش میبریم. نگاه کنید دوستان، میایین عقب فونداسیون رو میکارین، وودن فنس رو، درسته؟ دقیقاً تو امتداد گردن دایناسور من همینجا قرار میدم. بعد یه دونه ستون میذارین، ستون وودن پیلار یا حالا سنگیش هرچی هست و تو انتهاش قرار میده میمونه. حالا کنین، حالا همون فونداسیون رفت زیرش. حالا من اینو ور میدارم، کار ما این بود که این فونداسیون بره زیر این صندل فلزی، درسته؟ خب حالا من میام، تموم شد. میبینید دوستان، حالا بغلشو من تو صندل دایناسورم. خب فعلا دیدین که اون رفته زیر. خب حالا اینو میگیرم دستم چون دیگه با اون احتیاج ندارم. خب حالا نکنیم بچه ها، تموم شد. یا کنین حالا میتونیم ما ساخت و سازمون رو داخلش انجام بدیم. داخل دایناسور هم دیگه چیز دیگه هم دارم. خب چند تا دیوار که داریم، رمپ میخوایم. خب دوستان تا اینجا که پایه بیسمون رو ساختیم، درسته؟ حالا بریم پایین، یه سری دیوار میخوایم، دیوار فلزی، دیوار سنگی. آه اینجا داریم. خب. تا اینجا ما هوا مهالود شده، تا اینجا بیس اولیه روی دایناسور پاراسرا رو گذاشتیم. حالا از اینجا بعد یه سلیقه‌ای میشه. خب ما میریم روش،
یکی از این چیا رو از اینا میذاریم دوستان. خب دلیلش هم بهتون میگم چرا. خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ این از این، یکی دو تا. خب میپریم پایین بچه ها. این هم از سومی. خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ سلار این سلینگ میذاریم. یکی دو تا سه تا. حالا این هم ور میداریم، بزن این هم بزن داخل شکم دایناسورمون. خب این از این، این هم فعلا بریم ور. این هم ور میداریم. خب بازم زیاد شد دوستان. اینو گذاشتم برای بردن دایناسورها. خب بذاریم آیتما رو بذارم اون ور. دوباره ویت دایناسور همون یه لول دیگه آپدیت کنم. وزنش دیگه کافی، از اینا باید استامینش کار کنم. خب نها کنیم بچه ها. حالا میمونه رم. نها کنیم این رم یه دونه میذارین داخل شکم دایناسورتون، یکی دوتا میذارین. خب الان مثلا میخوام یه سری دایناسور رو ببرم توش. تموم شد. حالا میام چیکار میکنم؟ مثلا فایر کو فایر، مثلا میخوام فایر ببرم توش. حالا اینکه فایر نیست، هر دایناسور نکنین. تمام دایناسور میره توش، اینجا میمونه. میتونین جلوشو ببندین بچه ها که دایناسور از اطراف نیفته. متوجه شدین چی میگم؟ خب بریم اینجا تو دایناسورمون دوباره. حالا این مثال زدم براتون. میاد این قسمت، بعدا کارتون هم که تموم شد اون رمپه رو میاد ورمیداریم دوستان. چالشی که فقط بر من میذارین اینه که من همراه خودم سه تا دایناسور میتونم ببرم که تو این قسمت میشه. اینجا رو میبندم، سه تا دایناسور میتونم همراه خودم ببرم، یه تخت خواب با لباس لباس برفی و یه دونه پرنده، حالا یا تاپارا یا آرجن. تو قسمت کامنت ها برام بنویسین که چه چالشی برام میذارید، کدوم دایناسورها رو ببرم. اسمشون هم که تقریبا میدونین دیگه. ببینید ما فایر رو داریم، اسپیناساروس رو درست حسابی رو داریم، از پرنده ها آرجن رو داریم و تاپارامون میاد این و رابتورامون هست که حالا قبلا گیم پلی همون رو دیدین، رابتور قوی دارم. متوجه شدین چی میگم؟ و حتی این دایناسور هم میتونی توی چالش ما باشه، میتونم همراه خودم ببرم. تو قسمت کامنت ها برام بنویسید که دوست دارین کدوم دایناسورها رو بگیرم برم سمت منطقه یعنی داخل نقشه. دقیقا میخوایم بریم بین اون دوتا کوه منطقه برفی و انتخاب دایناسورها و تیم کردن کدوم دایناسور رو به عهده شما میذارم دوستان. اوکی اینم از این. حالا من تا گیم پلی بعدی بیس روی این دایناسورم رو تکمیل میکنم. یه دونه تخت داخلش میذارم، یه دونه ترش داخلش میذارم که تاریک نباشه، گوشت‌مون هم بتونیم داخلش بپزیم، چون تو منطقه برفی هوا زودتر یعنی زودتر گوشتمون میشه بچه‌ها. این از این قضیه. چالش بعدی که براتون میذارم دوستان، اگه داخل آرک موبایلتون یا داخل کنسولتون دایناسور پاراسترا دارین، خب روش بیس بسازین، مثلا من حالا شبیه من یا هر جور دیگه، و برام داخل تلگرام بفرستین. داخل تلگرام برام بفرستین، میخوام ببینم که کدوم یک از شما کاربردی ترین بیس رو ساخته روی دایناسورش. و عرض کنم خدمتتون که نفر اولم به صورت ویدیو شورت داخل کانال میذارم، اسمش هم اعلام میکنم که به عنوان برنده باشید دوستان. پس این میشه چالش دوم ما. چالش اول انتخاب دایناسورها، رفتن منطقه برفی. چالش دوم هم چالش ساخت بیس رو دایناسور پاراسر است. اوکی حالا فعلا میریم پایین. این بذار دایناسورمون باشه همینجا. بچه ها کار دیگه هم که کرده بودیم این بود که این گلها رو تو گیم پلی قبلی کاشته بودیم دوستان، داره رشد میکنه. فرتلایزر فقط نداریم براش، الان براش فرتلایزر هم میگیرم. این داره. خب روش فرتلایزر هم که بهتون گفته بودم تو استگوساروس هم دارم. بعد دائما حواستون باشه دیگه، فرق فرتلایزر با
چی؟ خیلی بیشتره. اوکی فیومیام هم که اینجاست، خودش رفته اینجا آماده است. خب دوره شروع شد، عملیات دیدنش. بچه گفتم فقط باید حواستون باشه که فودش صفر نشه چون میمیره. خدا هم بیوش شدم. انقدر حجم بوها زیاد بود از بوش من خودم بیوش شدم بچه. A few moments later. خب سریع من میگیریم. خب اوکی بریم سریع کار این دایناسور هم ردیف کنیم. من گوشتم بود اینجور شدم بیوش شدم، دلیل دیگه ای نداشت. بریم این سمت. اینو استفاده کنه. اینم که داخلش فرتلایزر گذاشتیم. تاثیر فرتلایزر ببین چقدر بچه زیاده که هنوز تمام نشده. تا اینجای گیم پلیمون که سعی کردیم یه مقدار آموزشی تر باشه. خب تایم گیم پلیمون هم نمیخوایم تو این گیم پلی زیاد بشه. میام چیکار میکنیم؟ یه لول رکسامونو میگیریم میریم داخل سام. بریم این منطقه یه ذره منابع بگیریم و برگردیم. بچه ما برای لول اپ کردن دایناسورامون حتما باید همین کار رو کنیم بچه. باید من دستور حمله بدم. دستور حمله رو دادم به رکسا. رکسا اون باید لیول آب بشن. بعد از اون این نکته رو بهتون بگم دیگه برای بیل گرفتن ازشون بچه ها پاره کردن عالی. خب دوستان برای بیل کردن رکسا خب ما نیازی نداریم که حتما تک تک تخما رو بخوایم چی کنیم. اول اینا رو لیول آب میکنیم، لیولشون که رفت بالا حالا چیکار میکنیم؟ باز گرفت دستگاه تولد مثل رو بچه ما میسازیم تو لول 90. فکر کنم 90 میشه ساختش. با برق کار میکنه. اون خود تخم رو به ما میگه که این تخم استاتس چیه نگاه میکنه. اگه تخمش استاتش عالی بود بچه ها اونو چیکار میکنیم؟ به دنیا میاریم. اگه نه تخم رو میخوریم یا خرابش میکنیم. اوکی بریم این منطقه کمی منطقه رو گند بکشیم. A few moments later. به اندازه کافی گوشت جمع کردیم. دیگه برمیگردیم سمت بیسمون. دیگه لازم نیست فعلا کار دیگه ای انجام بدیم. بعد از اینکه بچه ها تو منطقه سام رفتیم حتما تن دایناسوراتون رو چک کنید که تنشون زالو نباشه. خب دوستان اینم از گیم پلی امروزمون. داخل این گیم پلی اومدیم روش ساخت بیس روی دایناسور پاراسلا رو بهتون نشون دادم و باقیش میشه سلیقه. برام قرار شد که تا یک هفته آینده بیس هایی که روی دایناسور پاراسلا شما میسازین رو برام داخل تلگرام بفرستین تا من بهترینش رو انتخاب کنم دوستان و بهتون یه جایزه بدم. و چالش دوم اینه که قرار بریم منطقه برفی با همین دایناسور پاراسلا و قرار شد از بین پرنده هامون فقط یه دونه پرنده رو انتخاب کنیم و از بین دایناسور هامون فقط سه تا دایناسور های جسته کوچیک. گوش میدین قرار نیست رکس ها رو ببریم. رکس ها قرار همینجا بمونن و از بیسمون دفاع کنن و قرار یه مدت داخل منطقه برفی با شرایط سخت باشیم دوستان. حتما داخل قسمت کامنت ها برام بنویسین چالشتون رو تا من داخل سری هاردکور اون چالش ها رو انجام بدم. مرسی از همتون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. دست همتون درد نکنه. اگه نظری پیشنهاد دارین حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسین. این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون ارسال کنید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.